سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشید در هر کجای این گیتی پهناور که هستید. دوستان عزیز، در 3 هفته گذشته گفتگوها و مصاحبه هایی رو داشتیم با اکابر حوزوی، اساتید و مدرسین بزرگی مانند حجت الاسلام احمد منتظری، حجت الاسلام سید محمد علی عیازی، آیت الله فاضل میبودی و آیت الله معصومی. سوالات مختلفی پیرامون قضایای حقوقی و شرعی مطرح کردیم که این عزیزان به این سوالات پاسخ گفتند، که البته این گفتگوها و مصاحبه ها به صورت جداگانه منتشر شد، ولی نظر به اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم که این مصاحبه ها و گفتگوها رو در یک چهارچوب جدیدی خدمتتون ارائه بدیم. به همین صورتی خدمتون عرض کردم، سوالات مختلفی پیرامون مسائل شرعی و حقوقی مطرح شد، ولی 2 مورد از سوالات مشترک بود بین این عزیزان. سوال اول این بود که آیا صدور این گونه احکام مانند همین حکم اعدامی رو که قوه قضاییه برای آقای دکتر محمد علی طاهری تنها به صرف عقیده صادر کرده موجب وهن اسلام هست یا نه، با توجه به این که این گونه احکام در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران و با نام اسلام داره صادر میشه، آیا اینها باعث وهن اسلامه یا خیر؟ که حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری به این سوال چنین پاسخ داد: در دین اسلام که عقیده آزاد، بیان آزاده، معنا نداره کسی که عقیده مخالف بره زندان بره، و اینا همه باعث وهن کل دین میشه و همین دین گریزی و دین ستیزی هست. در ایران به همین خاطر هست که الان جوامع بشری و جوان ها میفهمن مسائل رو و درک بالایی دارن، و قضاوت عمومی این هست که اگر دین این هست که اجرا میشه ما نخواستیم، و این بد عمل کردن مسئولین هست، و تنها راهش هم بازگشت به قانون اساسی است که بیان قانون اساسی رو اجرا کنن و اون اصولی که حقوق ملت و حقوق مردم پس اونو به رسمیت بشناسن و اجرا کنن. همین سوال رو از حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی عیازی داشتم که توجه شما رو به پاسخ ایشون جلب میکنم. بله، خب ببینید، 2 تا مسئله داریم. یکی این که آیا ما همچین عنوانی رو در فقه داریم که مثلا یک بحث مجازاتی درش باشه؟ ما در فقه چنین چیزی رو، عنوانی رو ما نداریم، چنین چیزی نداریم که کسی رو که اگر بگه که مثلا حرفی در صحبت که وهم بود، این وهمش یا کارش کار وهم‌آمیزی بود، این موجب کیفر سختی مثل اعدام و قتل باشه. ما این چنین چیزی نداریم. حالا ما در بالاترینش که در ارتداد هست، خب میدونید در قرآن داریم، تو فقه داریم، علمای اسلامی ما تو همین دوره معاصر مراجع بزرگ ما بسیاری در این تفسیر عمومی که شده تشکیک کردن، گفتن ارتداد به معنی فقط صرف یه چیز اعتقادی نیست، بلکه یه بحث عملی که مثلا فرض کنید ضدیت، معارضت، جنگ یک چیزی داشته باشه، و الا یک چیزی وصفه فقط صرفا اعتقادی نیست. حالا از این جهت که بگذاریم، ولی ما در مورد وهم چیزی عنوان میگیم، نه در قرآن داریم نه در حدیث داریم، که بخاطر کسی رو اگر کسی کار وهم‌آمیزه انجام داد موجب مثلا مجازاتی مثل قتل داشته باشه. این که اولا، اما از اون طرف مقابلش هم هست که اتفاقا اگر ما گفتیم که یه چنین احکامی رو صادر کردیم که مفهومش معناش نوعی خشونت و یه نوع تندروی باشد، این خودش موجب وهم به اسلام و مسلمین هست. این جهتشو داریم بحث میکنیم.
آیت الله فاضل میبودی هم صدور این گونه احکام رو باعث وحن اسلام دونستند و ایشون گفتند که صدور حکم اعدام نشانه ضعف اون حکومت و دین هست. با هم میشنویم پاسخ آیت الله فاضل میبودی رو به این پرسش. ببینید من معتقدم درسته، واقعا هر اعدامی که صورت بگیره این ضعف اون کشور است و ضعف اون دین است و ضعف اون مذهب، یعنی نباید کار کرده نظام طوری باشه که طرف رو به اعدام بکشونه، به میشه این که شما خواسته باشیم اعدام بر اساس یک سری نظریاتی هم اجرا کنی که خود اون نظریات هم درش اختلافه. مثلا همین که کسی شما عقیدش به گونه ای دیدید که اون عقیده برخلاف عقاید اسلامی هست و دیگه آقا چون از عقیدش برگشته پس مرتده، یه حکم اعدام برای صادر رو کنید، واقعا وهمه. چون اولا در دنیای امروز این کسی را به صرف عقیده اعدام کردن کار بسیار مستحجنی دنیا قبول نمیکنه، همونطوری که در اول انقلاب باداشتیم که میخواستن این رازم محسن را رعج میکنن، اصلا مرحوم آیت الله خمینی امام خمینی گفته بود این وحنه به اسلام هست اجرا نشه، اونطوری که دادستان وقت آقای موسوی تبریزی تعریف میکرده. یعنی اگر در کتاب های ما هم آمده که با زنای محسن را رعج میکنن سنگ سار کنن، ولی چون الان که این شرایطی که این روز را باعث وحنه به اسلام تلقی میشه، خب این حکم متوقف کردن. من در این باورم که کسی به صورت انکار عقیده یا تغییر عقیده بخواد اعدام بشه، این هم بالاخره وحنه به اسلامه. وانگهی خود مراجع هم به این نظر اختلاف دارن، برابر چیزی که درش اختلاف هست ما بیایم اون قولی را بگیریم که توش مجازات اعدام داره، من معتقدم که این کار درست نیست. دست کم در مسائلی که درش اختلاف نظر هست، حالا جدای از وهم، حالا اونا وهم خودش یک علته برای توقف حکم، در مسائلی که درش اختلاف نظر هست ما باید جلوی اجرای حکم رو بگیریم، چون که از پیغمبر خدا هم فرمودن که تو در حدود به شبهات، اگر شبهه شما در حکمش دارید ولی حد رو اجرا نکنید. و یکی از جاهایی که درش اختلاف هست همین مسائلی که الان شما داره میفرمایید، یعنی که بگن آقا فرد عقیدهش بر خلاف کتاب و سنت بنابراین شده مرتد، پس فرد میخوام بشه. این سهراب کبراها چیزیه که مورد اتفاق علما نیستش. ولی آیت الله معصومی پاسخ دادند که به این راحتی نمیشه گفت که یک حکمی یا این مسائلی که پیش میاد باعث وهن اسلامه، باید این رو در یک فضای آکادمیک مورد بحث و بررسی قرار داد. با هم میشنویم پاسخ آیت الله معصومی رو به این پرسش. این رو بایستی که به نظر من توی یک فضای آرام و آکادمی میشه بحث کرد. بالاخره ببینید این استفاده هایی که حالا چه توی این حکومت چه در جاهای دیگه داره از بعضی از احکام میشه، اینا یک ریشه هایی تو بعضی مسائل تاریخی داشته. اینا رو باید رفع ریشیابی کرد به صرف این که بگیم آقا این وهن اسلامه که مشکل رو حل که نمی کنه. ببینید این مال کشیدن به مسئله است، نه آقا بعضی از کارهایی رو که دارن میکنن این حکمش هست. شما فکر کردیم مثلا داعش کارهایی رو که داره میکنه این رو تا از تو آسینش داره در میاره؟ ندیدم. اونم بر اساس اون احکامی رو که توی اون تفکرشون هستش، توی اون مذهبشون هستش، این رو دارن اجراش میکنن. آیا اون وهن اسلامه؟ نه آقا این چیزی هستش که این از اسلام فهمیدن، هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، نه این اسلامی، نه اون اسلامی، نه نمیدونم صفوی اسلامی بودش، نه این حکومت اسلامی هستش، نه طالبان اسلامی هستش. خب این اصلا من نمیدونم والله کی اسلامیه. و هر کدومشون هم که بگیر که اون خلاف داره انجام میده وهن اسلامه. این بالاخره باید یه زمانی یه وقتی رو این آقایون بشینن یه فکری براش بکنن، بحث بکنن توی فضای آکادمیک، با جار و جنجال هم نمیشه، بشینن بحث بکنن مسئله رو حلش بکنن. اگر جایی عیب و ایرادی هست این کارم داره میشه، شما فکر نکنید که این کار نمیشه. الان توی قوم یک سری از این محققین دارن این کار رو انجام میدن، ولی خب یه مقداری با احتیاط، این که درد سرم براشون درست میکنه.
ولی من اعتقاد این هستش که بالاخره این بحث باید بشه، این حرف باید زده بشه، اشکالات باید مشخص بشه و مالن کشیده نشه. یعنی که ما بگیم آقا فلان کار فلان کس اگه داره میکنه این الان رهن اسلام هستش، این مال کشیدنه. نه آقا، بعضی از این چیزایی که اینا دارن کارش انجام میدن یه خود برگشته شده از اسلامه. منتها علاقش باید دیگه بریم ما سوابق تاریخیش رو هم گیر بیاریم، ببینیم که این سابقه تاریخیش چی بوده، آیا اصلا توی اون زمان توی اون مقطع لازم بوده یه همچین چیزی باشه، یا این که به مرور زمان این قابل تغییره. ببینید اون تحولی که شما توی مسیحیت دیدید این خب توی اسلام ایجاد نشده، اصلا بحث کسی توی این قسمتش نکرده، تازه یواش یواش توی این بحثا شروع میشه. امیدوارم که به نتیجه برسه. نه این داستان همیشه ادامه، هیچ کدوم شما اسلامی نیستن، همه هم همدیگر متهم به وهم میکنن. سوال بعدی که من از خدمت این عزیزان داشتم این بود که در شرایطی که این گونه رفتارها با نام اسلام و صدور این گونه احکام با نام اسلام باعث شده که توده های مردم نسبت به اصل دین بدبین بشن، وظیفه فضلا و علما در این شرایط بسیار حساس چیست؟ حجت الاسلام احمد منتظری پاسخ دادند که علما و فضلا وظیفه خودشون رو انجام نمیدند. با هم میشنویم پاسخ ایشون رو. من به شخصه فکر میکنم که وظیفهشون رو انجام نمیدن بسیاری از علما که در مقابل این فجایع وقوع کردن، و واقعا اگر این نظر من درسته که خب بیان انجام وظیفه کنن، و اگر درست نیست که بسیاری از افراد ملت همین نظر من رو دارن، خب بیان قانع کنن، بیان با اون اعلام نظر خودشون ما رو قانع کنن، و یا اینکه استدلال کنن که چرا اظهار نظر نمی کنن. این که در مورد مسائل بسیار جزئی که بعدش اصلا خیلی مسائل دست چهارم پنجم هست اگر اشکال هم داشته باشه، اینا نظر می کنن که چرا بعد از خانم ها بخون برن ورزشگاه و فوتبال تماشا کنن. ولی در مورد اینکه اساس اسلام داره زیر سوال، اساس قضاوت اسلامی یک حالت زشتی پیدا کرده که یک نفر میشینه و افراد رو محکوم میکنه بدون اینکه اونا حق دفاع داشته باشن، و اگر دفاع کنن الان رویه دادگاه ویژه روحانیت این هست که اگر به کسی حکم بدن و طرف یا تقاضای تجدید نظر کنه این حکمش تشدید میشه، بیشتر میشه، و از اول به اون گفته میشه که اگر تو تقاضای تجدید نظر بکنه حکم افزایش پیدا میکنه. این اصلا در هیچ جای دنیا نیست و بسیار باعث شرمندگی الان که بهتره جهانی است و نمیشه این اخبار رو مخفی کرد، همه با خبر میشن. من فکر میکنم یک توبه و بازگشت به اسلام واقعی و قانون اساسی در کشور هست که بتونه کشور رو نجات بده و عقیده جوانها رو نجات بده. همین سوال رو از حجت الاسلام سید محمد علی عیازی کردم که توجه شما رو به پاسخ ایشون جلب میکنم. سوال بعدی من آقای عیازی این هست که در شرایطی که این گونه رفتارها باعث شده که توده های مردم به اصل دین و اسلام بدبین بشند، وظیفه آقایون علما و فضلای دین چیست؟ به نظر شما چه کاری رو باید انجام بدن؟ خب اون که میدونید که یکی از کارهایی که وظیفه عالمان هست دفع بدعت ها هست. بدعت ها یکی از بدعت ها این است که یک چیزایی رو به اسلام نسبت داده باشد که در اسلام نیست، یا در عمل رفتارهای انجام به نام اسلام بشود که در اسلام نیست. در وظیف علما اینه که از اسلام، از کیان اسلام دفاع کنن. دفاع کردن از کیان اسلام همیشه لازم نیست که یک عقیده اسلامی رو تبدیل بکنن. حتی اگر دیدن که یه رفتاری رو که خلاف اسلام هست این رو باید اعلام براءت بکنن و استنکار بکنن و بگن که یک چنین چیزی درست نیست و آثار و تبعات یک چنین رفتارهایی چه آثار زیانباری رو میتونید از جامعه اسلامی بگذارد. من توی شرایط الان این بحث امروز مطرح شده است و اینکه جان یک فرد امروز در خطر است و
و اینم به نام اسلام داره الان تمام میشه، فکر میکنم که الان این بحث الان مسئله مهمی هست که باید توضیح داده بشه. با هم میشنویم نظر آیت الله فاضل میبودی رو در همین ارتباط. صدور این گونه احکام اعدام و در کل این گونه رفتارها با نام اسلام متاسفانه توده مردم رو به اصل دین بدبین کرده. به نظر شما در این شرایط بسیار حساس وظیفه علما و فضلا چیست؟ ببینید واقعا چیزهایی که ما تشخیص میدیم از اسلامی است و به نام اسلام داره تمام میشه باید اعلام کنیم. من خودم بر این باورم مثلا این کارهایی که به نام دمزنی الان داره صورت میگیره به نظر شخص ما و به نظر خیلی ها این جزء اصلاح نیست، اصلا جوان هنوز اسلامه. این نوع عزاداری ها به شکلی که در دنیای امروز شکل تمسخر هم داره نباید بیان بالاخره بگن که آقا این جزء اسلام اجرا کنید، این باید بیان اعلام کنه جزء اسلام نیست. به هر حال شما به گونه اسلام مطرح کنید یا مراسم چه میدونم عزاداری امام حسین مطرح کنی که دنیا شما رو مسخره کنن، خب به هر حال نباید اینجا باشی، چون اگر احکام دین عقل گریز باشه یا عقل ستیز باشه بارش سجه نظر کرد. مثلا مثل این امامونه به شما الان بگه آقا ما در اسلام داریم که دختر 9 سالگی ازدواج بکنیم، بگیم خیلی خوب این دخترها رو 9 ساله شوهر داریم، اگر شوهر اومد بهش بدیم دیگه، خب این دنیا مسخره میکنه. بنظرم کسی این کار نمیکنه. یا مثلا مسئله تعدد زوجات، یا مثلا اینکه بگیم طلاق به دست مرد هاست. بالاخره دنیای امروز از جهت حقوقی به گونه جلو رفته که حقوق همه انسان ها رو میخواد حفظ کنه و پاس بداره. به اینه که الان خیلی برخی از یا برخی خیلی خیلی از فقها هم نظرشون که مسائل عوض شده، اینه که الان در قانون ما هم آمده که اگر مردی به خواهرش طلاق بده با دادگاه تشخیص بده، یا اگر دختر زیر 13 سال بخواد ازدواج بکنه با تشخیص دادگاه باشه. خب قدم شریعت اینجور نبوده، ما گفتم عروسش کنید بره که ازدواج هم در تاریخ خیلی صورت میگرفتی. همینطور هم شما اگه حکم خواسته باشید به عنوان اعدام اجرا بکنید فرض برای مرتد، اونم مثل همونین، چون در دنیای امروز جنبه به اصطلاح ضد حقوق بشری داره یا جنبه ضد انسانی داره یا جنبه وهم داره، اینها باید بالاخره متوقف کنه. و خیلی فقها هم گفتن که اجرای احکام به دست خود حاکمه، این نیست که حتما 100% ماها مرزن باشه مثل نماز صبح خوندن دیگه آقای حکم مرتد هم باید اعدامش اجرا بشه، اصلا اینجور نیستش. تعزیرات یا حدود خیلی آقای معتقدن که به دست حاکمه، این میتونه متوقف کنه، میتونه کم کنه، میتونه زیاد کنه، چون گفتن این حرف رو برابر یک هم حکم مرتده. اگر قاضی اولا که گفتن به نظر من اصلا حکمش اعدام نیست، به صرف ارتداد. حالا اگر هم قاضی تشخیص داد که آقا من فتوای کسی عمل میکنم که میگه مرتد باید اعدام میشه، خب از اون طرف در دنیای امروز اجرای این حکم اگر وهم به اسلام باشه، من دنیا ما رو مسخره کنه، دنیا ما رو محکوم کنه، بگه شما در آمار اعداماتون میره بالا، خب چرا باید این کارو بکنید؟ همونطوری که اول انقلاب به دستور امام رجم یعنی سنگسار کردن رو متوقف کردیم. سوالی رو مطرح کردم از حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری که در شرایطی که ما شاهد اون هستیم میبینیم ضابطین با توجه به اون نفوذی که دارند یک سری اطلاعات نادرست و غلط رو به آقایون مراجع به خصوص اون آقایونی که به حکومت نزدیکترن میدن و یک سری فتواها رو بر علیه متهمین همانند همین آقای دکتر محمد علی طاهری میگیرن. و این تنها در مورد پرونده آقای طاهری نیست، ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم در خصوص سلسله های تصوف و درویشی که با توجه به این فتواها بتونن روی قاضی و در نتیجه رأی دادگاه اثر بذارن یا یک قشری از جامعه رو بر علیه قشر دیگر به حرکت در بیارن. خواستم که ایشون نظرشون رو در این ارتباط بیان کنن، با هم میشنویم نظرشون رو. بله، شما در واقع در ضمن سوال مشخص کردید که اون اشکالاتی که وارد هست به یک همچین کاری. بله، این متاسفانه با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی موارد جمهوری سیاسی و عقیدتی پیشبینی شده و حتی حاکمیت در واقع این صلاحیت رو از خودش گرفته که بخواد بیاد
قضاوت کنه در این مورد و اومده هیئت منصفه قرار داده، چون در واقع یک مجرم، اگر بشه گفت مجرم سیاسی، یک منتقد سیاسی در واقع علیه حاکمیت اومده حرف زده و این طرف مقابل صلاحیت نداره که بیاد بین خودش و دیگری حکم کنه و چون کسی نمیتونه عادلانه بکنه، بنابراین هیئت منصفه پیش بینی شده و متاسفانه این قانون اساسی اجرا نمیشه. یعنی الان در باجه هایستان که میرن، چه در دادگاهی روحانی و چه دادگاهی بلاغ و معمولی، اصلا وقتی منتر صحبت قانون اساسی میکنه مثل این که با جرم جدیدی مرتکب شده و با برخورد اون باجو و قاضی، برخورد شدید اون قاضی مواجه میشه. متاسفانه قانون اساسی در این مملکت اجرا نمیشه و قانون اساسی چیزی که از احکام شریعت اسلامی اقتباس شده و بی جهت این قانون رو تصویب نکردن، در واقع این احکام اسلامی به صورت قانون اساسی در اومده و الان مثل یک دهکده‌ای که کت خدا میاد و یک دهقان رو مجازات میکنه، در واقع اینجوری الان مجازات میشن افراد و حق دفاع از خودشون ندارن. اصلا در دین اسلام که عقیده آزاده، بیان آزاده، معنا نداره کسی که عقیده مخالف بر زندان بره و اینا همه باعث وهن کل دین میشه و همین دین بریزی و دین ستیزی هست در ایران به همین خاطر است که الان جوامع بشری و جوان ها میفهمن مسائل رو و درک بالایی دارن و قضاوت عمومی این هست که اگر دین این هست که اجرا میشه ما نخواستیم و این بد عمل کردن مسئولین هست و تنها راهش هم بازگشت به قانون اساسی هست که بیان قانون اساسی رو اجرا کنن و اون اصولی که حقوق ملت و حقوق مردم پس اونو به رسمیت بشناسن و اجرا کنن. در ارتباط با همین ضابطین که نفوذ زیادی در قوه قضائیه و بر روی قضات دارند، سؤالی رو از آیت الله معصومی پرسیدم که چگونه است که این ضابطین به گرد آقایون علما و مراجع میرند، اطلاعات نادرستی رو به اونها میدند، فضاسازی میکنند و فتوا میگیرند بر علیه متهمین و مردم بیگناه برای صادر کردن حکم اعدام برای اونها، و چگونه است که این آقایون علما و مراجع این فتواها رو صادر میکنند. با توجه به اینکه بعد از اینکه پرونده آقای دکتر محمد علی طاهری به یک مسئله بین المللی و جهانی تبدیل شد و سر و صدای تمام مجامع بین المللی بلند شد، این آقایون مراجع اومدند و گفتند که فتواهایی رو که داده بودند مصداقی نبوده و کلی بوده و اصلا ربطی به آقای طاهری نداشته و اصلا این آقایون کتابهای آقای طاهری رو نخونده بودند و اطلاعاتی که به اونها داده شده بود نادرست بود. نظر ایشون رو میشنویم در ارتباط با این مسئله. البته این مسئله که چیز جدیدی به نظر من نیست، همیشه این فضاسازی ها بوده، منتها الیهش بینید. اساسا من اعتقادم این استش که مراجع ما میبایست که بر اساس همون قواعدی رو که دارن عمل رو کنن. حالا برفر بیان که ایشون مرتد باشید، ما اعتقاد که حکم قتل نداره، ما به استنادی یک سری روایات قدمت مرشبه که ضعیف که نمیتونیم حکم ارتداد، حکم قتل بدیم در رد با کسی. یه مقداری توی این قسمت بایستی که احتیاط بکنن، جون مردم ارزشش خیلی بیشتر از مسائل دیگه است. اگر این احتیاط ها باشه کسی هم فضاسازی نمی کنه. این که مراجع ما بایستی نظری دقت نظرشون رو ببرن بالا، به صرف یک سوال نباید جواب داد. همون پارسال بکنم طرف های اسفند از همین شاگردای آقای طاهری نامه رو برای من آوردن، من گفتم من هیچ اطلاعی در رابطه با افکار آقای طاهری ندارم، شما کتاب های ایشون رو باید بیارید من بخونم نظرم رو میدم. فکر کنم دو ماهی طول کشید من کتاب های ایشون رو خوندم که توی اردیبهشت ما جوابشون رو دادم که منتشرم شد.
خب این آقایون یه مقداری زحمت باید اول میکشیدن، جون مردم که علکی که نیستش که آدم بی خود بیادش در واقعش یه فتفایی بده، که اول بایستی که استنادات و آدم بشنبه، همینی که بیان بگن فلان کسایی فلان چیز رو گفته، اولا ارتدار آقا حکم مرگ نداره، این چیزی نیست که من گفته باشم، برید نظرات دیگران رو هم ببینید، ما هیچ دلیلی بر ارتداد نداریم، بر قتل مرتد ندارید. اگر مراجع اون جوابی هم آوردم، اگر مرجعی بخواد برای ارتداد حکم قتل بده، حالا چه شیعش باشه چه سنیش باشه، خلاف قرآن عمل کرده، خلاف سنت پیغمبر عمل کرده، اگر اینها این چیزها رو قبول دارن، باید دست بردارن از این کارا، باید به جون مردم این هست بیشتر. حالا من افکار آقای طاهری رو قبول ندارم، زیاد هم نمیتونم باش ارتباط برقرار بکنم، ولی دلیل بر این نیست که بخوام جون افراد رو به خاطر اینکه من چون باهاش نمیتونم ارتباط برقرار بکنم بگیرم. بعد ارتداد آقا اصلا تعریف داره، اون چیزی که توی قرآن گفته شده اگر کسی از دین برگرده، حالا من روی همین مبحث حرف دارم، ولی حالا انشالله یه وقتی بشه یه فرصتی بشه براتش مطلبی رو می نویسم، منتهای رایش این هستش که این آیون یه مقداری باید توجه بکنن که ارتداد در قرآن فقط حکمی که داده این هستش که افته حبتت اعمال هم، یه جزای اخروی هم براش گذاشته، اگر میخواستش جزای دنیوی داشته باشه که تعارف نداشتش که خواه میذاشتش، مگه برای دزدیش نداشته، مگه برای قتلش نداشته، خواه اگر ارتداد هم برگشتن از دین هم نیاز به کشتن داشت که تعارف نداشت میگفت بکشید. حالا چی شده بعد از این همه مدت این داستان ها درست شده؟ این خشونت دینی رو درست کردن خوب نیست، به اندازه کافی توی دنیا دارن این دین رو خرابش میکنن، دین آقایون یه مقداری باید احساس مسئولیت بکنن، باید به فکر دکون که نباید این چیز رو دارن، باید به فکر خون دین و مذهبی هم که اینو دارن ازش میکنن هم باید باشن دیگه. از آیت الله فاضل میبودی پرسیدم که تشخیص جرم و تعیین صحت اتهام انتصابی و در نهایت تعیین مجازات باید در چهارچوب قوانین و شرع باشه یا تشخیص خود قاضی کفایت میکنه؟ با هم میشنویم نظر ایشون رو. ببینید دو تا مسئله هست اینجا باید روشن بشه، یک مسئله مجازات فرد مرتده، یک مسئله اثبات ارتداد فرد، اینا رو از هم باید جدا کرد. اولا اینکه اثبات ارتداد فرد، خب طرف داد که با لفظش چیزی بگه که به انکار خدا و پیغمبر منجر بشه، با لفظ باید اظهار کنه، یا مثلا بیا از طریقی نشر بره این کارش رو، خب این میشه اثبات ارتداد. گاهی هست که شما میاد به اصطلاح از گفتار طرف شنود میکنی که من نه هیچ راههای غیر شرعی و غیر عرفی وارد میشی میخواید اثبات بکنی، نه این درست نیست. این تنی که طرف بیاد جلوی جمعی اظهار بکنی چیزی را که منجر به این کار خدا رسول میشه، این میشه ارتداد طرف. اونی هم که در شرع اومده اینه که این ارتداد با توأم با لجاج و عناد اینها باشه تا مرتب بودن طرف ثابت بشه. حالا که ثابت شد جرمش چی هست، من مقاله هم نوشتم، این تبدیل به کتاب شده و چاپ هم شده که انتشارات هرمس هم چاپ کردی در باره ارتداد، که من خودم عقیدم اینه که هیچ وقت جرم یک فرد مرتد اعدام نیست. تو قرآن برش جزای اخروی هست، اما جزای دنیوی برای فرد مرتد البته لحاظ نشده. اون مرتدی که برش حکم اعدام فرض شده در پاره از روایات کاملا یک جریان سیاسیه، مثلا عده‌ای بودن که صبح میمدن اظهار اسلام میکردن، شب از دین برمیگشتن، کار جاسوسی میکردن علیه جامعه اسلامی، یعنی ارتدادی که توأم است با عناد و لجاجت به یک توطئه سیاسی یا جاسوسی. اون مرتدی که برش مجازات درست شده، اونم به دستور حاکم وقتی که اون ما تشخیص بدیم،
و اجاز صرفی که تن کسی بیاد اظهار عقیده ای بکنه یا بالاخره از گوشه از دین بر بگرده، هیچ اناد و لجاجتی هم در کارش نباشه، نمیشه گفت این مرتدیه که باید اعدام بشه. این فتوا برخی از مراجع دارن، آیت الله منتظری هم تو کتاباش تصریح کرده، صرف این که طرف بخواد دینش رو عوض بکنه یا عقیده دیگری اظهار بکنه، این نمیشه گفت طرف مرتدیه که باید اعدام بشه. پس جناب میبودی، طبق فرمایشات شما تشخیص خود قاضی به هیچ عنوان کفایت نمیکنه و باید در چهارچوب قانون و شرع باشه. نخیر تشخیص خود قاضی یعنی چی؟ این آقا هر جرم یک راههای اثبات داره. این که قاضی بیاد تشخیص بده خودش فردن بگه من رسیدم به اینجایی که شما مرتد هستید، نه، این به نظر من اینجور نیست که به تشخیص خود قاضی کفایت میکنیم. حالا گیرم که قاضی هم تشخیص داد که فرد مرتده، حالا که مرتد شد جرم مجازاتش چیه؟ این اعدام روشن نیست. حالا که مرتد شده، این اعتدادش تو هم با این عادل جاج بوده، کار جاسوسی میکرده، کارش مدینم کار سیاسی میکرده، پشت جریان ادادش، اینا باید روشن بشه، اثباتشون خیلی به نظر من مشکله. سوال بعدی که از آیت الله فاضل میبودی پرسیدم این بود که اگر مشخص بشه که تشخیص قاضی جنبه شخصی داشته یا تحت تأثیر القاء غیر قانونیه یک سری اشخاص قرار گرفته، آیا این قاضی در سمت خودش میتونه ابقاء بشه یا عدم صلاحیتش ثابت میشه؟ توجه شما رو به پاسخ ایشون جلب میکنم. ببینید، در اسلام یک فرد اگر بخواد قاضی بشه شرایط زیادی باید داشته باشه. یکی شما گفتی با تحت تأثیر احساسات قرار نگیره، تحت تأثیر جب قرار نگیره، القاعات دیگری در اون محصر نباشه، حتی میگن که با بدونه حقوق این قاضی هم تأمین بشه که مثلا نگاه مادی هم به دست کسی نداشته باشه. شرایطش خیلی سخته. اگر واقعا ثابت شد که قاضی هست که تحت تأثیر افکار خصوصی یا تحت تأثیر افکار سیاسی جناحی هست، این دیگه قطعا شرایط قضاوت نداره و صلاحیت قضاوت هم نداره. روشنه دیگه مسئله، یعنی همه آقای قضاوت هم به مسئله اذعان دارن. شرایطی که تو کتاب های فقهی ما برای فرد قاضی آمده شرایط به نظر من سختیه. این که همین بعضیان گفتن باید حتما مجتهد باشه، این باید احاطهش بر احکام اسلام به گونه‌ای باشه که یه خطا نره، اشتباه نکنه، تحت تأثیر جهلش قرار نگیره، اینها هم هست. به صورت مشخص از حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی عیاضی پرسیدم که اتهامی رو که به دکتر محمد علی طاهری وارد کردن ارتداده و خواستم که ایشون نظرشون رو در ارتباط با این اتهام بیان کنن. میشنویم نظر ایشون رو. من اون رو خوندم، هم کتاباشو خوندم و از قبل دیدگاه خودم رو به صورت مکتوب نوشتم. یعنی اگر از قبل دیده باشین من اونجا مفصل توضیح دادم و در جریان اون آثار و نوشته ها و کار ایشون هستم. اصلا یک چنین عنوانی اصلا بر مورد ایشون شامل نمیشه. ارتداد یعنی یک چیزی هست که بر اون بر نگاه علمای سنتی ما که قائل هستن به ارتداد، اونا میگن که ارتداد یعنی که چیزی رو انکاری رو انجام داده باشه. آقای طاهری که انکاری رو انجام نداده که بخواد بر اساس اون یک چنین تیفری رو برش بار بکنه. از آیت الله فاضل میبودی پرسیدم که آیا تقنین قانون برخلاف روح قانون اساسی ممکنه؟ یعنی اگر بخوایم این مسئله رو یکم باز کنیم، میدونیم که مسئله ارتداد و افساد فی الارض یک امر متفق القول بین علما و فقها نیست. آیا جنبه قانونی دادن در چهارچوب یک مصوبه مجلس کفایت میکنه که قوه قضائیه تعهد اخلاقی و اسلامی خودش رو در چهارچوب قانون اساسی پشت گوش بندازه؟ این مسئله از نظر فقهی آیا قابل قبوله؟ با هم میشنویم پاسخی رو که آیت الله فاضل میبودی به این پرسش دادن. ببینید، تقنین یا قانون گذاری با در تضاد با
با قانون مصرح شریعت و قوانین مصرح قانون اساسی نباشه. یه وقتی میگه تقلیم قارش میاد تبیین میکنه قانون اساسی رو یا تفسیر میکنه قانون شرع رو، خب حالا اون میگه اشکال نداره. اما اگر کار تقلیم در تضاد و توازن با قانون شریعت باشه یا با قانون اساسی باشه، نه اونجا درست نیست. مثلا اگر شما در قانون اساسی داری که مثلا فلان فرد مطلق نباید اعدام بشه، مجلس کلی همچه قانون تصویب بکنه، شورای قضایی اجرا بکنه، این چیزیه که چون در تضاد با قانون اساسی هست مشروعیت نداره. یه وقت اینه که در قانون اساسی شما تصریح نشده یا در شریعت شما تصریح نشده، قانونگذار میاد یه قانون رو تقلیم میکنه، اون چون بالاخره مرکز قانونگذاری مثلا مجلس جنبه قانونی داره، برای این قانونش هم الزام آوره. و در آخر از حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری پرسیدم که چرا اون دسته از علما و فضلایی که با صدور این گونه احکام مانند همین حکم اعدام آقای طاهری موافق نیستند و نظر متفاوتی دارند، نظر خودشون رو اعلام نمی کنند و سکوت کردند. با هم میشنویم نظر حجت الاسلام و المسلمین احمد منتظری رو. من فکر میکنم این یه وظیفه بزرگی گردن شماست که باشن تماس بگیرید و این سوال رو بپرسید و دقیقا مطرح کنید که اگر عافیت طبیعی نیست پس چی هست؟ اگر این اعلام نظر نکردن، چون در بسیاری موارد مراجع اعلام نظر میکنن، در مواردی که به فرض خانم ها بخوان برن ورزشگاه مثلا این ورزش تماشا کنن، این رو اعلام نظر میکنن، ولی پیداست اعلام نظر کردن جبه برنامه شون هست. و چرا در این موردی که اساس دین داره زیر سوال میره، اساس اسلام داره زیر سوال میره، اساس حکومت دینی داره زیر سوال میره و زیر سوال رفته، چه مسئله اظهار نظر نمی کنن، اینو وظیفه ای هست که شما باید ازشون بخواید و با سوالات مکرر اونا رو مجبور کنید که جوابگو باشن. موفق، پیروز و سعادتمند باشید. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.